افغانستان کشور عمدتاً زراعتی است که هر دو عنصر انکشاف آن یعنی زمین و آب را در اختیار دارد. اما بنا به گفته رئیس جمهور محمد اشرف غنی، زراعت ما سال هاست که به دلیل کمبود آب زیان دیده است. به همین دلیل دولت توجه ویژه روی مدیریت آبهای جاری کشور دارد. آب ما باید مهار شود، در اختیار ما قرار بگیرد. ایجاد بند بروی آبهای جاری کشور نه تنها باعث رونق بخش زراعت که باعث توسعه منطقه‌ای نیز می‌گردد، یکی از مناطقی که شدیداً از بحران آب رنج می‌برد مناطق غربی کشور است. ولایت نیمروز دارای هزاران هکتار زمین است که در همجواری رود هلمند از پتانسیل مناسب جهت بهره برداری زراعتی برخوردار می باشد. اما به دلیل عدم مهار این آب همچنان خشک باقی مانده و ساکنین این منطقه نیز از بیکاری رنج می برند. سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی به این ولایت جهت افتتاح آغاز فاز سوم ساخت برد کمال خان نقطه عطف برای انکشاف این منطقه محسوب می گردد. من که نبیم گوشون نون گوش ما هستون. کمال خان چیست؟ اول کمال خان هدف است. هدف احیای سیستان باستان است. هدف سیستان است که باز مرکز تمدن با. بعد از کمال خان، بعد از سلما، بعد از کجکی، بعد از بخشاباد و سلسله بندهای دیگه ما، آب ما هدر نخواهد رفت. آب ما سرمایه ما خواهد بود. پلان ساخت بند کمال خان در سال 1345 خورشیدی روی دست گرفته شده بود و در سال 1356 کار عملیات توسط سردار محمد داود خان آغاز شده بود. اما با وقوع کودتای هفت ثور این پروژه نیز متوقف شد. کار اصلی آن در سال 1390 خورشیدی دوباره آغاز شد و قرار است در سه مرحله به پایان برسد. با سفر رئیس جمهور محمد اشرف غنی کار ساخت فاز سوم این بند آغاز شد و قرار است که در مدت 4 سال و با مصرف 78 میلیون دلار از بودجه انکشافی دولت افغانستان تکمیل گردد. بنا به گفته رئیس جمهور محمد اشرف غنی بند کمال خان در راستای مدیریت آبهای کشور ساخته می شود. کمال خان وسیله است. وسیله آبرومندی افغانستان از رای مدیریت سالم همه جانبه آب افغانستان. در عین حال مدیریت آب ما موجب همکاری منطقوی است، نه موجب بربادی منطقه. همکاری منطقوی در داخل مایدات صورت میگیره و ما همه مایدات بهش متعهد هستیم، اما آب مایده با آب سیلاب مدیریت شده نمیتونه. اهداف احداث بند کمال خان: مهار سیلاب ها، بالا رفتن سطح اقتصاد و افزایش اشتغال. با ایجاد زمینه زراعت برای 150500 هکتار زمین از مجموع 174000 هکتار زمین قابل کشت این منطقه، باعث ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای ساکنین این منطقه خواهد گردید. اثرات زیست محیطی: کمبود آب ولایت نیمروز را به منطقه بیابانی تبدیل نموده است. بند کمال خان می تواند باعث ترمیم پوشش گیاهی این منطقه گردد و محیط زیست مناسب برای ساکنین منطقه ایجاد کند. تأمین برق: این بند می تواند 9.5 مگاوات برق برای منطقه تأمین کند. این میزان برق می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، روشنایی را برای 19500 خانه به ارمغان بیاورد.